امروز بر اساس فراخوانی که چند تا سازمان داده بودند توی پاریس برای برگزاری یک تجمع که موضوع اون تجمع این بود که میخوان تجمع بکنن در مخالفت جنگ با ایران در پاریس، در شتله پاریس حاضر شدیم. سازمان های برگزار کننده سازمان کد پینک بود، سازمان جانبازان برای صلح بود و اون سازمان معروفی که به هر حال لابی جمهوری اسلامی ایران هستش در بیرون از ایران. این تجمع به طور سراسری براش فراخوان داده شده بود در اروپا و همینطور در کانادا. ما جمعی از جوانان مستقل ایرانی که از دانشجوهای ایرانی بودن، از پناهنده ها بودن و فارغ از گرایش سیاسیشون و فارغ از نگاه حزبیشون در این تجمع حاضر شدیم. شعارهایی که ما میدادیم نه به جنگ بود و نه به جمهوری اسلامی ایران بود. اونجا توضیح دادیم که این از نظر ما جوانان ایرانی که معتقدیم صدای بخش بزرگی از مردم داخل ایران هستیم، این حکومت اسلامی ایرانه که دنبال جنگ میگرده و دلش میخواد با تمام دنیا جنگ داشته باشه. تمام شعارهای ما به فرانسه بود و مهمترین شعارمون این بود که نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی و اینکه ما صدای مردم ایران هستیم. چیزی که خیلی در این تجمع جالب بود اینکه چند تا سخنران ایرانی داشت اون تجمع که هیچ کدوم شعارهای مردم ایران رو نمیدادن، هیچ کدوم در مورد ساقط شدن هواپیما با موشک حرف نزدن، در مورد کشته های آبان حرف نزدن. همه اونها شعارشون مبنی بر این بود که باید مواظب ایران باشیم به خاطر اینکه دنیا و جامعه جهانی میخواد با حکومت ایران وارد جنگ بشه. خیلی خیلی بازخورد فوق العاده ای داشت حضور ما در رسانه های فرانسوی. مالا بر 5 شبکه مهم فرانسه اونجا بودن، همه از ما گزارش گرفتن. متاسفانه چیزی که خنده‌دار بود این که تجمع ضد جنگ بود، اما اون آدم‌ها وارد زد و خورد شدن با بچه‌های ما. فیلماش وجود داره روی توییتر، میتونید فیلم‌ها رو ببینید. من فیلم‌ها رو بر شبکه شما هم ارسال کردم که یک سری از این آدم‌ها که با پرچم فلسطین و با چفیه اونجا حاضر بودن، بچه‌های ما رو مورد ضرب و شتم قرار دادن، با میله پرچم بچه‌ها رو کتک زدن. و جالب بود، من برای وقتی که سر پلیس فرانسه اومد با ما صحبت کرد و خوشبختانه پلیس فرانسه برای محافظت کردن از ما اونجا بود، وقتی با ایشون صحبت کردم و بهش عکس خامنه‌ای رو نشون دادم و گفتم ببینید همین چفیه‌ای که گردن آقای خامنه‌ای هست، گردن این آدم‌ها هم هست و اینا دارن از ضد جنگ بودن حرف می‌زنن، خیلی برای پلیس فرانسه جالب و تعجب‌آور.